سلام، خوب هستین؟ خوب هستین. دیر جمعه بخیر گذشت؟ بخیر گذشت. شما بخیر گذشت. سلامت باشین. بخیر اومدین؟ بخیر. ها امروز چند شنبه است؟ شنبه. امروز شنبه است. خب درس گذشته ما درس چندم بود؟ درس 32 بود، نه؟ خب عنوان درس ما چی بود؟ باید رویه یکسان با کی کنه؟ بله. احمد یک دختر داشت. دخترش تا صنف چند خوند؟ تا صنف سوم. خب با کدام دلیل نتونست که بره مکتب؟ کارهای خانه. بله، کارهای خانه. خب باز پدرش تصمیم گرفت چی کنه؟ کارهای خانه را تقسیم کنه بین دختر و بچه خود. دختر دختر فرصت پیدا کنه که درس بخونه. بله. خوب است که ما در خانه همچنان کارها را تقسیم کنیم. آفرین. خب بهشت کس میتونه ایجا کنه؟ بهشت. آفرین. خب دو بخش و بهشت. آفرین. آفرین. بهشت. خب کارخانگی هایتان نوشته کردین؟ بله. آفرین. گفته بودم جمله نوشته کنین؟ بله نوشته کردین. آفرین. ها سیز. خب درس امروز ما درس 33 صفحه 159-161 اردویش میخوانیم. خب عنوان درس یا موضوع آموزش حق همه است. یک جایی میخوانیم 159. آموزش حق همه است. آموزش حق همه. آموزش حق همه است. عنوان درس است. حق همه است. خب مولوی صاحب محمد قاسم در خطبه نماز جمعه تأکید کرد که آموزش حق همه است. او گفت زن و مرد، فقیر و غنی، افراد سالم و افراد معلول، اطفال و بزرگسالان همه باید یکسان به آموزش دسترسی داشته باشند. مولوی اضافه کرد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده است آموختن علم بر همه مسلمانان فرض است. بنابر این مردان، زنان، افراد سالم و افراد معلول، بزرگسالان و اطفال مکلفیت دارند تا علم بیاموزند. پس برای والدین، افراد جامعه و حکومت لازم است تا زمینه دسترسی به آموزش را برای همه فراهم سازند. آفرین. خب درباره تصاویر کتاب ببینید. درباره تصاویر یکم صحبت میکنیم. ببینیم تصویر اولی چیز؟ یک مولویز در خطبه نماز جمعه، نه؟ و اینجا یک صنف سواد آموزی زنا یک جای ششتم درس میخوانن، نه؟ گفتیم آموزش حق همه میباشد، عنوان درس ماست. اینجا میگمتان به نظر شما پدر و مادرها چگونه میتوانند وظیفه خود را برای آموزش دخترها و پسرها انجام بدن؟ خب چطور میتونه پدر و مادرها وظیفه خود در قبال پسر و دختر خود انجام بدن؟ حق و حقوق مساوی برشون به خاطر که آفرین تعلیم. یعنی یکسان تشویق شوند. آفرین. در مکتب بودن پدر و مادرها که اطفالشون درس بخونن. آفرین. خب میگه مولوی صاحب دیجا، مولوی صاحب محمد قاسم در خطبه نماز جمعه درباره چی گپ زد؟ درباره آموزش. آفرین. درباره آموزش گپ زد، نه؟ گفته که اگه فقیر باشه یا غنی باشه، بزرگسال باشه، خردسال باشه، معلول باشه، هر کس حق یکسان داره. یعنی میتونن که آموزش علم بیاموزن، نه؟
اینجا ببینین ادامه درس ما است در بخش بعدی صفحه 161 کتابایتان دو تا کلمه است، هر دو کلمه را هم بخش میسازیم و هم هجا. ببینین تشویق، تشویق دو بخش میباشه، اینه تشویق، تشویق، ت اش و ایق، تشویق. دیگهش آموزش، آموزش، سه بخش آموزش. هجا یا صدایش هم ببینیم آ م او ز اش، آ م او ز اش، آموزش. شش صدا داره. آفرین. خب میتونین هجا بسازین، بخش بسازین تشویق. خب بگوین تش، تشویق. هجا میسازیم تش، ویق دو بخش. خب اصابه کشی ت، ت ا ش و ای ق. آفرین، آفرین. شش صدا. آموزش، موزش. آفرین، سه بخش. خب اینال صدایش بگوین آ م او ز ا ش. آفرین، آفرین. خب مشکل ندارین در درس؟ یاد گرفتین؟ خب درس ما هم گفتیم درباره آموزش حق هم است، گفتیم در بزرگسال یا جوان باشه، خرد باشه، معلول باشه، همه میتونه چی کنه؟ آموزش ببینه یا علم بیاموزه. مولویم در خطبه نماز جمعه درباره آموزش گپ زده بود. اگه مشکل ندارین درس امروز دیگه ختم میشه. کارخانگی تانم امی صفحه 161، ام پایینش صفحه 161 نامر تصویر نشته میکنیم و اینجا جمله به این سه تا کلمه جمله می سازید. فقیر، دختر، نماز جمعه، بر عرصش جمله نشته کنین. درست. مشکل نیست؟ کار خانگیست. خدا حافظ.